کابینه دولت عراق از تصمیم خود برای آماده سازی مسیر جدید بغداد به شهر مقدس کربلا پیش از ایام اربعین با هدف تسهیل رفت آمد زائران حسینی علیه السلام خبر داد. در همین راستا کابینه دولت عراق دستورات ویژه‌ای صادر کرد که به موجب آن باید زیرساخت لازم برای ایجاد مسیر جدید هرچه سریع‌تر آماده شود تا پیش از ایام اربعین این مسیر به بهره برداری برسد. لازم به ذکر است این پروژه شامل یک پل خواهد بود و طول آن 13.5 کیلومتر است و موجب نزدیکتر شدن مسیر بغداد به شهر مقدس کربلا خواهد شد. بخش دیگر این پروژه نیز در نزدیکی شهر مقدس کربلا است که 9 کیلومتر می باشد و در بهبود مسیر و نزدیکتر شدن آن نیز مؤثر است. دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق دیدار کرد. بر اساس این گزارش دو طرف روابط دو جانبه و تقویت همکاری مشترک در زمینه‌های اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی را بررسی کردند. زرداری و السودانی بر سر از سرگیری فعالیت کمیته وزارتی مشترک بین عراق و پاکستان توافق کردند. در این دیدار پروژه استراتژیک جاده توسعه و راه‌های همکاری بین بغداد و اسلام آباد و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اعلام شده در این پروژه در راستای تقویت منافع دو کشور و تلاش‌های توسعه در منطقه بررسی شد. موضوع زائران عتبات مقدسه و مراقد دینی در عراق، تسهیلات دولت به زائران از همه کشورهای جهان از جمله پاکستان و پرونده کارگران پاکستانی در عراق از دیگر محورهای گفتگوی طرفین بود. همچنین وی با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق هم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار روابط و همکاری بین دو کشور بررسی شد و رئیس جمهور عراق بر تمایل عراق برای تحکیم روابط با پاکستان و لزوم استفاده از تجارب در زمینه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم تأکید کرد. رئیس جمهور عراق به نقش عراق در مبارزه با سنی‌های تندروی داعش اشاره و بر وحدت عراقی‌ها و شجاعت نیروهای امنیتی که در از بین بردن این گروه نقش داشتند تأکید کرد. چهار تروریست از گروه سنی‌های تندروی داعش از جمله یک تک تیرانداز از این گروه تروریستی در عملیات نیروهای امنیتی عراقی دستگیر شد. نیروهای امنیتی عراق چهار تروریست از سنی‌های تندروی داعشی که یکی از آنها تک تیرانداز بود را در استان نینوا دستگیر کردند. سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال در وزارت کشور عراق موفق شد با اطلاعات دقیق اطلاعاتی و همکاری شهروندان چهار مظنون تحت تعقیب را در استان نینوا دستگیر کند. بر اساس این بیانیه اطلاعات و اسناد حاکی از آن است که متهمان مذکور از جمله افرادی بودند که در عملیات‌های تروریستی در صفوف گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش موسوم به لشکر موته، الفرقان، بیانات الوافدین و تیپ تیراندازی شرکت داشتند. منابع محلی از رصد مسلمانان اویغور ساکن لندن و دیگر شهرهای انگلیس توسط دولت چین خبر دادند. گفته می شود دولت چین از طریق پایگاه‌های محرمانه که در لندن و دیگر شهرهای انگلیس دارد اویغورها را رصد کرده و زیر نظر دارد. در همین راستا دولت انگلیس از چین خواسته این پایگاه‌های محرمانه را بسته و فعالیتشان را متوقف کند. لازم به ذکر است گزارش‌های موجود حاکی از آن است که دولت چین علاوه بر آزار و اذیت و سرکوب مسلمانان اویغور در مناطق مسلمان نشین این کشور، در کشورهای مختلف نیز به رصد و زیر نظر گرفتن آنان می‌پردازد. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرد حدود 52,000 پناهجوی پاکستانی در افغانستان زندگی می‌کنند و به کمک نیاز دارند.
اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار اظهار داشت. حدود 52,000 پناهجوی پاکستانی در افغانستان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها در سال 2014 میلادی به این کشور رفته بودند. سیگار در توییترش اعلام کرد پناهجویان پاکستانی در افغانستان آسیب پذیرترین افراد هستند و به کمک نیاز دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل 96% این پناهجویان به غذا، 59% آنها به سرپناه و 49% از آنها به خدمات بهداشتی نیاز دارند. آستان مقدس حسینی از چاپ کتاب جدید راهنمای اماکن مقدس در عراق به دو زبان عربی و انگلیسی خبر داد. مرکز بین‌المللی رسانه در بخش رسانه آستان مقدس امام حسین علیه السلام کتابچه راهنمای زیارت در عراق را به دو زبان عربی و انگلیسی با همکاری بنیاد بین‌المللی الکسا چاپ کرد. این کتابچه راهنما در 450 صفحه و در قطع کوچک چاپ شده است. این کتابچه شامل جزئیات زیارت عتبات مقدس و زیارتگاه‌ها در شهرهای نجف، کوفه، کربلا، کاظمین و سامرا و عکس‌ها و نقشه‌های این اماکن است. همچنین اعمال ویژه مقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقبره وادی السلام در این کتابچه درج شده است. بخش ویژه این کتابچه ادعیه به زبان‌های عربی و انگلیسی است. گفتنی است مرکز بین‌المللی رسانه در معاونت رسانه آستان امام حسین علیه السلام به دنبال انتشار فعالیت‌های این آستان از طریق سایت چند زبانه خود و نیز اجرای برنامه برای مؤسسات، ارگان‌ها و شخصیت‌های فعال رسانه‌ای و چاپ انواع مختلف نشریه به زبان‌های عربی و خارجی است. مسجد علی ابن ابی طالب علیه السلام با حضور انجمن فرهنگی مراکش در شهر هرنه آلمان افتتاح شد. به گزارش زایو سیتی نت، انجمن فرهنگی مراکش مراسم افتتاحیه مسجد علی ابن ابی طالب علیه السلام را در شهر هرنه آلمان برگزار کرد و در این مراسم فرانک دودا، شهردار این شهر، سرکنسول پادشاهی مراکش، نمایندگانی از کلیسای انجیلی و یهودی، محمد بانو، رئیس شورای مرکزی مراکشی ها در آلمان و محمد حمامی، رئیس انجمن مراکشی در آلمان، رؤسای مساجد، جمعی از اساتید و ائمه جماعت و تعدادی از اعضای جامعه مراکشی حضور داشتند. همچنین در بخشی از این مراسم گفتگوی دینی با حضور دکتر تیجانی از بلژیک، پروفسور احمد سامی، پروفسور محمد اسیلا، استاد مصطفی فتاح، امام محمد المحفوظ و امام بوجمعه برگزار شد و در پایان از حاضران در این مراسم پذیرایی شد.